دادستان کل جمهوری اسلامی ایران میگوید در بررسی پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی هرچه به صاحبان قدرت نزدیک میشود فشارها افزایش مییابد. غلام حسین محسنی اژه‌ای تاکید کرده ممکن است برخی افراد که در قدرت هستند بازداشت شوند. برخی این اظهارات دادستان کل را واکنش او به انتقادهای برخی مقامهای دولتی میدانند. آرش سیگارچی گزارش میدهد. بسیار پرونده از این بابت به یه مرحله جدید رسید. یک هفته بعد از خط و نشان دولتی ها حالا نوبت به غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل ایران رسیده. مسئول ویژه رسیدگی به اختلاس 3000 میلیارد تومانی در سه مصاحبه قبلی کمتر به مانی ترشی ها برای رسیدگی به این پرونده پرداخته بود، اما او یک شنبه شب به تلویزیون دولتی ایران گفته که هرچه به صاحبان قدرت نزدیک می شود فشارها افزایش می یابد. آقای محسنی اژه‌ای البته این فشارها را بیفایده دانست و حتی هشدار داد که ممکن است برخی افراد در قدرت بازداشت شوند. دادستان کل ایران از فرد خاصی نام نبرد، اما صراحتا تاکید کرد که فساد مالی اخیر متوجه کسانی است که در قدرت هستند. اونم این دولت آقای احمدی نژاد، دولتی برآمده از متن ملت. در روزهای اخیر برخی مقام‌های دولت از جمله جوانفکر مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد از روند قضایی رسیدگی به اختلاس بزرگ بانکی انتقاد کرده بودند. منتقدان دولت محمود احمدی نژاد را به ارتباط و همکاری با عوامل اختلاس 3000 میلیارد تومانی متهم می‌کنند و با اینکه اسنادی از این همکاری منتشر شده، اما دولت تاکنون این اتهام را رد کرده و در مقابل قوه قضاییه و نمایندگان مجلس را به افشاگری تهدید می‌کند. تا کنون چند رئیس بانک‌های دولتی و نیمه دولتی تغییر کردند و حمید پور محمدی قائم مقام بانک مرکزی عالی‌ترین مقام دولتی است که در روند رسیدگی به پرونده اختلاس بازداشت شده. حالا شروع کردن به بهانه تراشی. این بازداشت با واکنش محمود احمدی نژاد مواجه شد. آقای احمدی نژاد منتقدان را تهدید کرده که اگر دولت نیم ساعت فرصت حرف زدن داشته باشد قیمت سوراخ موش بالا می‌رود. رئیس دولت بارها اعلام کرده قصد افشاگری علیه فسادهای موجود را دارد، اما تا کنون از این کار خودداری کرده است. در روزهای اخیر رسانه‌های نزدیک به احمدی نژاد صراحتاً منتقدان دولت را به فساد مالی متهم می‌کنند. با این حال منتقدان می‌گویند هراس دولتی‌ها از محسنی اژه‌ای و پور محمدی در پرونده اختلاس موجب این اتهام‌زنی‌ها شده است. نکته‌ای که در جدیدترین گفتگوی دادستان کل ایران نیز تکرار شده است. چهارمین گفتگوی خبری دادستان کل مستقیم ترین اشاره او به نقش دولت در اختلاس بزرگ بانکی ایران است که محسنی اژه‌ای با اعلام افزایش متهمان این پرونده به بیش از 100 نفر خبر داده که برای 50 نفر قرار مجرمیت صادر شده و شاید برخی مدیران و مسئولان رده بالای مملکتی نیز احضار شوند. چارچوب قانون بدون برخورد سیاسی. آقای محسنی اژه‌ای عصر امروز هم در یک کنفرانس خبری با خبرنگاران شرکت کرده و گفته که محمد جهرومی رئیس سابق بانک صادرات احتمالاً یکی از مجرمان پرونده اختلاس خواهد بود. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.